ما سعی کردیم که در کوتاهترین زمان بیشترین بازدهی رو داشته باشیم. آموزش هامون رو میخواییم 10 دقیقه‌ای کنیم در قسمت مقدماتی و در 10 دقیقه در حین اینکه قسمت های مختلف نرم افزار رو آموزش میدیم، یه تکنیک خاص رو به شما یاد بدیم که تمرین کنید. امروز میخواییم قسمت پنجره تولز یا پنجره ابزارها رو مورد بررسی قرار بدیم. در حین اینکه این پنجره رو مورد بررسی قرار میدیم، آموزش فوتومونتاژ رو هم داریم که چگونه از ابزارهایی که ما امروز بهتون آموزش میدیم استفاده کنیم برای فوتومونتاژ کردن تصویری با تصویر دیگر. به عنوان نمونه ما این تصویر رو باز کردیم، تصویری که در صفحه میبینید، تصویر یک چشم هست. ببینید پنجره هایی که در فتوشاپ وجود داره، که الان میبینید در سمت راست تصویر من یک پنجره کالر وجود داره، در قسمت پایین پنجره لایه ها وجود داره و در قسمت چپ هم پنجره ابزارها. اصلا این پنجره ها از کجا میان؟ به چه دردی میخورن؟ ما باید چگونه اینا رو مدیریت کنیم؟ در قسمت بالای نرم افزار، همین جایی که من دارم با موس مشخص میکنم، میبینید که آیکون یکی مونده به آخر نوشته شده ویندو، یعنی پنجره. این قسمت رو که باز کنید میبینید که چندین سرفصل وجود داره، چندین اسم وجود داره که هر کدوم از اینا یک پنجره خاص با قابلیت های مشخص هستش. مثلا پنجره 3D برای کاربردهای های سه‌بعدی، اکشن ها، ادجاستمنت ها، براش ها و و و و و هر کدوم از اینا رو ما تیک بزنیم. مثلا من پنجره براش ها رو تیک میزنم، میبینید یک پنجره جدید در نرم افزار من و محیط نرم افزار باز میشه که مربوط به براش ها هست. حالا من میبندم اینو. ما امروز میخوایم پنجره ابزارها، تولز ها رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینید اگه در سمت چپ نرم افزارتون ابزارها وجود نداشتند و شما این پنجره رو نداشتید، میایید در نوار بالا قسمت ویندو، در این قسمت پایین آپشن گزینه تولز رو تیک میزنید، میبینید در سمت چپ تصویر شما ابزارها ظاهر میشه. ابزارهای فتوشاپ یکی از پرکاربردترین قسمت های این نرم افزار هستند. ما برای هر کاری از فوتومونتاژ تا ریتاچ، روتوش، هر کاری، بسته‌بندی، هر کار طراحی که ما بخوایم با نرم افزار فتوشاپ انجام بدیم، به کارمون میفته به این قسمت ابزارها، که نحوه باز کردن و بستنش رو من به شما آموزش دادم. از اولین ابزار شروع میکنیم و چگونگی استفاده از اون رو توضیح میدیم. من اینجا در ابتدا بگم که دو تصویر باز کردم، یکی تصویر این چشم هست، یکی هم تصویر این ماهی ها هستش. ببینید نرم افزار اول ما، ابزار موو تول هستش، ابزاری برای جابجایی تصویر، تصویری که ما سلکت کردیم، انتخاب کردیم و میخوایم جابجاش کنیم، تغییراتی توش ایجاد کنیم. ببینید برای این کار ما میایم ابزار موو تول رو انتخاب میکنیم و روی تصویرمون کلیک میکنیم و کلیک رو نگه میداریم، یعنی هولد میکنیم. سپس تصویر رو جابجا میکنیم. میبینید الان با یه ارور ما روبرو شدیم. چرا این ارور میاد؟ کنسل کنم بهتون توضیح بدم. ببینید در قسمت لایه ها، این لایه ما که تصویر ماهی ها هست الان لایه بکگراند هست و این لایه قفل هستش. وقتی یک لایه قفل باشه ما اجازه جابجایی رو نداریم مگر تایید این ارور رو بزنیم و بگیم خب تبدیلش کنید به یک لایه معمولی که ما بتونیم جابجا کنیم. میبینید اون گزینه رو زدم، حالا دیگه میتونم جابجا کنم. اما چکار کنیم که این ارور نیاد و از قبل اون قفل رو برداریم و تصویر خودمون رو به راحتی جابجا کنیم؟ ببینید در قسمت لایه ها روی همون لایه‌ای که قفل هست و به عنوان بکگراند انتخاب شده، بر روی تصویر قفل، آیکون قفل یک کلیک میکنیم، آیکون از بین میره و تصویر ما آنلوک میشه که ما به راحتی بتونیم اونو تکون بدیم. پس برای جابجایی تصویری که احیانا قفل باشه، پس از انتخاب کردن ابزار موو تول قفل رو ما باز میکنیم. یه بار مجددا انجام بدم که شما متوجه شید. ببینید ابزار موو تول رو انتخاب میکنیم، قفل رو باز میکنیم و به راحتی تصویر خودمون رو
با یک کلیک و جابجا کردن موس تکون میدیم. اما ابزار موف تول یه سری زیر مجموعه ها داره در این قسمت بالا که ما با اینا میتونیم یه سری تنظیمات رو انجام بدیم. ابزار موف تول جدا از اینکه برای جابجایی یک تصویر هست، برای تغییر سایز هم مورد استفاده قرار میگیره. وقتی که ما یک لایه رو انتخاب میکنیم و جابجا میکنیم، میبینید که در اطرافش چندین پوینت میاد که برای تغییر سایز تصویر هست. روی این مربع هایی که در مرز تصویر مشخص شده، اگه ما موس رو با ابزار موف تول نگه داریم، میبینیم که یه علامت جهت میاد روی موس که با اون علامت جهت ما میتونیم تصویر رو کوچک یا بزرگ کنیم از هر قسمتی که بخوایم. پس جدا از این که برای جابجا کردن تصویر هست ابزار موف تول، برای تغییر اندازه هم مورد استفاده قرار میگیره. برای تغییر اندازه ما دو روش داریم. یک روش اینه که همینطوری بگیریم این قسمت رو و جابجا کنیم که میبینید با یک تناسب خاص تصویر کوچیک و بزرگ میشه. یعنی من اگه بخوام از این بغلم بگیرم و به سمت چپ بکشم، کل تصویر با یک تناسب کوچیک میشه و فقط مرز بغل به سمت چپ کشیده نمیشه. اما ما اگه بخوایم که فقط یک قسمت خاص رو تکون بدیم و دیگه از این قاعده تناسب پیروی نکنه، باید کلید شیفت رو هم همراه موس در هنگام تغییر سایز نگه داریم. الان من شیفت رو میگیرم و سپس مرز سمت راست رو جابجا میکنم به سمت چپ. میبینید دیگه مثل حالت قبلی از اون تناسب پیروی نکرد. در حالت قبلی بدون گرفتن شیفت به این شکل در تمام مرزها به یک نسبت تغییر ایجاد میشد، اما با گرفتن کلید شیفت میبینید از هر طرفی من بخوام به همون اندازه و تناسبی که خودم انتخاب میکنم تصویر جابجا میشه. این هم یه نکته بود که البته در برخی از نرم افزارهای فتوشاپ کلید شیفت برعکس عمل میکنه. یعنی وقتی که شیفت رو نمیگیریم ما آزادانه میتونیم کوچیک و بزرگ کنیم، و وقتی که شیفت رو میگیریم با تناسب جابجا میکنه. اینو میتونیم تست کنیم و با توجه به نرم افزار خودمون این کار رو انجام بدیم. گزینه دیگری که وجود داره در ابزار موف تول در این قسمت بالا هست که میبینید گزینه اوتو سلکت هستش. اوتو سلکت به چه کاری میاد و اصلا کاربردش چیه؟ واسه بهتر مشخص شدن کاربردش، ما تصویر رو جابجا میکنیم با ابزار موف تول. میبینید با ابزار موف تول لایه رو مشخص کردم، جابجا میکنم به صفحه بعد و در این قسمت قرار میدم. دوستان توجه داشته باشید که در این مجموعه آموزشی که میخوایم کل ابزارها رو توضیح بدیم، من به طور کلی ابزارها رو آموزش میدم و سپس در آموزش‌های 10 دقیقه‌ای دسته‌بندی می‌کنم که هم دانلود کردنش واسه شما راحت‌تر باشه، همین که حجم کمی داشته باشه. یعنی دیگه من کات نمیدم بین هر قسمت و خداحافظی نمی‌کنم از شما که پشت سر هم در چندین قسمت حالا تا جایی که رسیدیم ابزارها رو توضیح بدیم. بعدش انشالله سرفصل بعدی رو در یک مجموعه دیگر بهتون آموزش میدیم. پس من 10 دقیقه اول رو که گذاشتم، 10 دقیقه های بعدی رو هم پشت بندش در کانال قرار میدم. شما میتونید به صورت ادامه دار اینا رو ببینید و استفاده کنید.